در دنیای جدیدی که بیدار شده بودم، محیط و وضع آنجا کاملاً به من آشنا و نزدیک بود، به طوری که بیش از زندگی و محیط سابق خودم به آن انس داشتم. مثل اینکه انعکاس زندگی حقیقی من بود، یک دنیای دیگر، ولی به قدری به من نزدیک و مربوط بود که به نظرم می آمد در محیط اصلی خودم برگشتم، در یک دنیای قدیمی اما در این حال نزدیکتر و طبیعی تر متولد شده بودم. هوا هنوز گرگومیش بود. یک پیسوز سر تاقچه اتاقم می سوخت. یک رخت خواب هم گوشه اتاق افتاده بود. ولی من بیدار بودم. حس می کردم که تنم داغ است و لکه های خون به عبا و شال گردنم چسبیده بود. دست هایم خونین بود، اما با وجود تب و دوار سر، یک نوع اضطراب و هیجان مخصوصی در من تولید شده بود که شدیدتر از فکر محو کردن آثار خون بود. قوی تر از این بود که داروغه بیاید و مرا دستگیر کند. وانگهی مدت ها بود که منتظر بودم به دست داروغه بیفتم، ولی تصمیم داشتم که قبل از دستگیر شدنم پیاله شراب زهرآلود را که سر رف بود یک جرعه بنوشم. این احتیاج نوشتن بود که برایم یک جور وظیفه اجباری شده بود. میخواستم این دیوی که مدتها بود درون مرا شکنجه میکرد بیرون بکشم. میخواستم دلپوری خودم را روی کاغذ بیاورم. بالاخره بعد از اندکی تردید پیسوز را جلو کشیدم و این گونه شروع کردم. من همیشه گمان میکردم که خاموشی بهترین چیزهاست. گمان می کردم که بهتر است آدم مثل بوتیمار کنار دریا بال و پر خود را بگستراند و تنها بنشیند. ولی حالا دیگر دست خودم نیست. چون آنچه که نباید بشود شد. کی می داند؟ شاید همین الان یا یک ساعت دیگر یک دسته گزمه مست برای دستگیر کردنم بیایند. من هیچ مایل نیستم که لاشه خودم را نجات بدهم. به علاوه جای انکار هم باقی نمانده، بر فرض هم که لکه های خون را محو بکنم. ولی قبل از این که به دستانها بیفتم، یک پیاله از آن بغلی شراب، از شراب موروثی خودم که سر رف گذاشتم، خواهم خورد. حالا می خواهم سر تا سر زندگی خودم را مانند خوشه انگور در دستم بفشارم و اساره آن را، نه شراب آن را، قطره قطره در گلوی خشک سایه‌ام مثل آب تربت بچکانم. فقط می‌خواهم پیش از آن که بروم دردهایی که مرا خورده خورده مانند خوره یا سعله گوشه این اتاق خورده است روی کاغذ بیاورم، چون به این وسیله بهتر می‌توانم افکار خودم را مرتب و منظم بکنم. آیا مقصودم نوشتن وصیت‌نامه است؟ هرگز، چون نه مال دارم که دیوان بخورند و نه دین دارم که شیطان ببرد. وانگهی چه چیزی روی زمین میتواند برایم کوچکترین ارزش را داشته باشد؟ آنچه که زندگی بوده است از دست دادم، گذاشتم و خواستم که از دستم برود، و بعد از آن که من رفتم به درک. میخواهد کسی کاغذ پاره های مرا بخواند، میخواهد 70 سال سیاه هم نخواند. من فقط برای این احتیاج به نوشتن که اجالتاً برایم ضروری شده است می نویسم. من محتاجم، بیش از پیش محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خودم، به سایه خودم ارتباط بدم. این سایه شومی که جلوی روشنایی پیسوز روی دیوار خم شده و مثل این است که هر آنچه که می نویسم به دقت می خواند و می بلد. این سایه حتماً بهتر از من میفهمد. فقط با سایه خودم خوب میتوانم حرف بزنم. اوست که مرا وادار به حرف زدن میکند. فقط او میتواند مرا بشناسد. او حتماً میفهمد. میخواهم اساره، نه شراب تلخ زندگی خودم را چکه چکه در گلوی خشک سایه ام چکانیده و به او بگویم این زندگی من است. هر کس دیروز مرا دیده جوان شکسته و ناخوشی دیده است، ولی امروز پیرمرد قوزی می‌بیند که موهای سفید، چشم‌های واسوخته و لب شکری دارد. من می‌ترسم از پنجره اتاقم به بیرون نگاه بکنم، در آینه به خودم نگاه کنم، چون همه جا سایه‌های مضاعف خودم را می‌بینم.
اما برای اینکه بتوانم زندگی خودم را برای سایه خمیده ام شرح بدهم، باید یک حکایت نقل بکنم. چقدر حکایت های راجع به ایام طفولیت، راجع به عشق، جماع، عروسی و مرگ وجود دارد و هیچ کدام حقیقت ندارند. من از قصه ها و عبارت پردازی خسته شدم. من سعی خواهم کرد که این خوشه را بفشارم، ولی آیا در آن کمترین اثر از حقیقت وجود خواهد داشت یا نه؟ این را دیگر نمیدانم. من نمیدانم کجا هستم و این تکه آسمان بالای سرم یا این چند وجب زمینی که رویش نشستم مال نیشابور یا بلخ یا بنارس است. در هر صورت من به هیچ چیز اطمینان ندارم. من از بس چیزهای متناقض دیده و حرفهای جور به جور شنیدم و از بس که دید چشمهایم روی سطح اشیاء مختلف ساییده شده، این قشر نازک و سختی که روح پشت آن پنهان است، حالا هیچ چیز را باور نمی کنم. به ثقل و ثبوت اشیاء، به حقایق آشکار و روشن همین الان هم شک دارم. نمیدانم اگر انگشتانم را به هاون سنگی گوشه حیاتمان بزنم و از او بپرسم آیا ثابت و محکم هستی؟ در صورت جواب مثبت باید حرف او را باور بکنم یا نه؟ آیا من یک موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمیدانم. ولی حالا که در آینه نگاه کردم خودم را نشناختم. نه، آن من سابق مرده است. تجزیه شده، ولی هیچ سد و مانعی بین ما وجود ندارد. باید حکایت خودم را نقل بکنم، ولی نمیدانم باید از کجا شروع کرد. سر تا سر زندگی قصه و حکایت است. باید خوشه انگور را بفشارم و شیره آن را قاشق قاشق در گلوی خشک این سایه پیر بریزم. از کجا باید شروع کرد؟ چون همه فکرهایی که اجالتاً در کلم میجوشد مال همین الان است. ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد. یک اتفاق دیروز ممکن است برای من کهنه‌تر و بی‌تأثیرتر از یک اتفاق هزار سال پیش باشد. شاید از آنجایی که همه ی روابط من با دنیای زنده ها بریده شده، یادگارهای گذشته جلوام نقش می‌بندد. گذشته، آینده، روز، ماه و سال همه برایم یکسان است. مراحل مختلف بچگی و پیری برای من جز حرف‌های پوچ چیز دیگری نیست. فقط برای مردمان معمولی، برای رجاله‌ها، رجاله با تشدید، همین لغت را می‌جستم. برای رجاله‌ها که زندگی آنها موسم و حد معینی دارد، مثل فصل‌های سال و در منطقه معتدل زندگی واقع شده است، صدق می‌کند. ولی زندگی من همه‌اش یک فصل و یک حالت داشته. مثل این است که در یک منطقه سرد سیر و در تاریکی جاودانی گذشته است، در صورتی که میان تنم همیشه یک شعله می سوزد و مرا مثل شمع آب می کند. میان چهار دیواری که اتاق مرا تشکیل می دهد و حصاری که دور زندگی و افکار من کشیده شده، زندگی من مثل شمع خورده خورده آب می شود. نه، اشتباه می کنم. مثل یک کنده ی هیزم تر است که گوشه ی دیگدان افتاده و به آتش هیزم های دیگر برشته و زغال شده، ولی نه سوخته است و نه تر و تازه مانده، فقط از دود و دم دیگران خفه شده. اتاقم مثل همه اتاقها با خشت و آجر روی خرابه ی هزاران خانه قدیمی ساخته شده، بدنه سفید کرده و یک حاشیه ی کتیبه دارد، درست شبیه مقبره. کمترین حالات و جزئیات اتاقم کافی است که ساعت‌های دراز فکر مرا به خودش مشغول بکند، مثل کارتونک کنج دیوار. چون از وقتی که بستری شدم به کارهایم کمتر رسیدگی می‌کنند. میخ طویله‌ای که به دیوار کوبیده شده جای ننوی من و زنم بوده و شاید بعدها هم وزن بچه‌های دیگر را متحمل شده است. کمی پایین میخ از گچ دیوار یک تخته برآمده و از زیرش بوی اشیا و موجوداتی که سابق بر این در این اتاق بودند استشمام می شود، به طوری که تا کنون هیچ جریان و بادی نتوانسته است این بوهای سمج و تنبل و غلیظ را پراکنده بکند.
بوی عرق تن، بوی ناخوشی های قدیمی، بوی دهن، بوی پا، بوی تن، بوی شاش، بوی روغن خراب شده، بوی حسیر پوسیده و خاگینه سوخته، بوی پیاز داغ، بوی جوشانده، بوی پنیرک و مامازی بچه، بوی اتاق پسری که تازه تکلیف شده، بوی بخارهایی که از کوچه آمده و بوهای مرده یا در حال نزع که همه ی آنها هنوز زنده هستند و علامت مشخصه خود را نگه داشتند. خیلی بوهای دیگر هم هست که اصل و منشأ آنها معلوم نیست ولی اثر خود را باقی گذاشتند. اتاقم یک پستوی تاریک است و به توسط دو دریچه با خارج با دنیای رجاله ها ارتباط دارد. یکی از آنها رو به حیات خودمان باز می شود و دیگری رو به کوچه است. از آنجا مرا مربوط به شهر ری می کند، شهری که عروس دنیا می نامند و هزاران کوچه و پس کوچه و خانه های توسری خورده و مدرسه و کاروان سرا دارد. شهری که بزرگترین شهر دنیا به شمار می آید، پشت اتاق من نفس می کشد و زندگی می کند. اینجا گوشه اتاقم، وقتی که چشمهایم را به هم می گذارم، سایه های محو و مخلوط شهر، آنچه که در من تأثیر کرده، با کوشک ها، مسجد ها و باغهایش همه جلوی چشمم مجسم می شود. این دو دریچه مرا با دنیای خارج، با دنیای رجاله ها مربوط می کند. ولی در اتاقم یک آینه به دیوار است که صورت خودم را در آن می‌بینم. در زندگی محدود من آینه مهمتر از دنیای رجاله هاست که با من هیچ ارتباطی ندارد. از تمام منظره شهر دکان قصابی حقیری جلوی دریچه اتاق من است که روزی دو گوسفند به مصرف می‌رساند. هر دفعه که از دریچه به بیرون نگاه می‌کنم مرد قصاب را می‌بینم. هر روز صبح زود دو یابوی لاغر سیاه، یابوهای تبلازمی که سرفه‌های عمیق خشک می‌کنند و دست‌های خشکیده آنها منتهی به سم شده، مثل اینکه مطابق یک قانون وحشی دست‌های آنها را بریده و در روغن داغ فرو کردند، دو طرفشان لش گوسفند آویزان شده جلوی دکان می‌آورند. مرد قصاب دست خود را به ریش حنابستش می‌کشد. اول لاشه گوسفندها را با نگاه خریداری ورانداز می کند، بعد دوتا از آنها را انتخاب می کند، دنبه آنها را با دستش وزن می کند، بعد می برد و به چنگک دکانش می آویزد. یابوها نفس زنان به راه می افتند. آن وقت قصاب این جسدهای خونالود را با گردنهای بریده، چشمهای رک زده و پلکهای خونالود که از میان کاسه سر کبودشان بیرون آمده است نوازش میکند، دستمالی میکند، بعد یک گزلی که دست استخوانی برمیدارد و تن آنها را به دقت تکه تکه میکند و گوشت لخمان را با تبسم به مشتریانش میفروشد. تمام این کارها را با چه لذتی انجام می‌دهد؟ من مطمئنم یک جور کیف و لذت هم می‌برد. آن سگ زرد گردن کلفت هم که محلمان را قرخ کرده و همیشه با گردن کج و چشم‌های بیگناه نگاه حسرت‌آمیز به دست قصاب می‌کند، آن سگ هم همه اینها را می‌داند. آن سگ هم می‌داند که قصاب از شغل خودش لذت می‌برد. کمی دورتر زیر یک تاقی پیرمرد عجیبی نشسته که جلوش بساطی پهن است. توی سفره او یک دست قاله، دو تا نعل، چند جور مهره رنگین، یک گزلیک، یک تله موش، یک گازنبر زنگ زده، یک آب دوات کن، یک شانه دندان شکسته، یک بیلچه و یک کوزه لعابی گذاشته که رویش را دستمال چرک انداخته. ساعت‌ها، روزها، ماه‌ها من از پشت دریچه به اون نگاه کردم. همیشه با شال گردن چرک، عبای ششتری، یخه باز که از میان او پشم‌های سفید سینه‌اش بیرون زده، با پلک‌های واسوخته که ناخوشی سمج و بی‌حیایی آن را می‌خورد و تلسمی که به بازویش بسته به یک حالت نشسته است. فقط شب‌های جمعه با دندان‌های زرد و افتاده‌اش قرآن می‌خواند. گوی از همین راه نان خودش رو در می آورد، چون من هرگز ندیدم کسی از او چیزی بخرد. مثل این است که در کابوس هایی که دیدم اغلب صورت این مرد در آنها بوده است.
پشت این کله مازویی و تراشیده او که دورش عمامه شیر و شکری پیچیده، پشت پیشانی کوتاه او چه افکار سمج و احمقانه‌ای مثل علف هرز رویده است. گویا سفره روبروی پیر مرد و بساط خنزر پنزر او با زندگیش رابطه مخصوصی دارد. چند بار تصمیم گرفتم بروم با او حرف بزنم و یا چیزی از بساطش بخرم، اما جرأت نکردم. دایم به من گفت این مرد در جوانی کوزه‌گر بوده و فقط همین یک دانه کوزه را برای خودش نگه داشته و حالا از خورده فروشی نان خودش را در می آورد. اینها رابطه من با دنیای خارجی بود، اما از دنیای داخلی فقط دایم و یک زن لکاته برایم مانده بود. ولی ننه جون دایه او هم هست، دایه هر دومان است. چون نه تنها من و زنم خیش و قوم نزدیک بودیم، بلکه ننه جون هر دومان را با هم شیر داده بود. اصلا مادر او مادر من هم بود، چون من اصلا مادر و پدرم را ندیدم و مادر او، آن زن بلند بالا که موهای خاکستری داشت، مرا بزرگ کرد. مادر او بود که مثل مادرم دوستش دارم و برای همین علاقه بود که دخترش را به زنی گرفتم. از پدر و مادرم چند جور حکایت شنیدم. فقط یکی از این حکایت ها که ننه جون برایم نقل کرد، پیش خودم تصور میکنم باید حقیقی باشد. ننه جون برایم گفت که پدر و عمویم برادر دوقلو بودند. هر دوی آنها یک شکل، یک قیافه و یک اخلاق داشتند و حتی صدایشان یک جور بوده، به طوری که تشخیص آنها از یکدیگر کار آسانی نبوده. علاوه بر این یک رابطه معنوی و حس همدردی هم بین آنها وجود داشته، به این معنی که اگر یکی از آنها ناخوش می شده، دیگری هم ناخوش می شده است. به قول مردم مثل سیبی که از وسط دو نصف کرده باشند. بالاخره هر دوی آنها شغل تجارت را پیش می گیرند و در سن 20 سالگی به هندوستان می روند و اجناس ری را از قبیل پارچه های مختلف مثل منیره، پارچه گلدار، پارچه پنبه‌ای، جبه، شال، سوزن، ظروف سفالی، گل سرشور و جلد قلمدان به هندوستان می بردند و می فروختند. پدرم در شهر بنارس بوده و عمویم را به شهرهای دیگر هند برای کارهای تجارتی می فرستاده. بعد از مدتی پدرم عاشق یک دختر باکره بوگامداسی، رقاص معبد لینگوم می شود. کار این دختر رقص مذهبی جلوی بت بزرگ لینگوم و خدمت بتکده بوده است. یک دختر خونگرم زیتونی با پستانهای لیمویی، چشمهای درشت مورب، ابروهای باریک به هم پیوسته که میانش را خال سرخ می‌گذاشته. حالا می‌توانم پیش خودم تصورش را بکنم که بوگامداسی، یعنی مادرم، با ساری ابریشم رنگین زردوزی، سینه باز، سربند دیبا، گیسوی سنگین سیاهی که مانند شب ازلی تاریک و در پشت سرش بسته بود، علنگوهای مچ پا و مچ دستش، حلقه طلایی که از پره بینی گذرانده بود، چشمهای درشت سیاه خمار و مورب، دندانهای براق، با حرکات آهسته موزونی که با آهنگ ستار و تنبک و تنبور و سنج و کرنا میرقصیده، یک آهنگ ملایم و یک نواخت که مردهای لخت شال مبسته می زدند، آهنگ پرمعنی که همه اسرار جادوگری و خرافات و شهوتها و دردهای مردم هند در آن مختصر و جمع شده بود و به وسیله حرکات متناسب و اشارات شهوت انگیز، حرکات مقدس. بوگامداسی مثل برگ گل باز می شده، لرزشی به طول شانه و بازوهایش می داد، خم می شده و دوباره جمع می شده. این حرکات که مفهوم مخصوصی در بر داشته و بدون زبان حرف می زده است، چه تأثیری ممکن است در پدرم کرده باشد؟ مخصوصاً بوی عرق گس و یا فلفلی او که مخلوط با عطر مویرا و روغن صندل می شده به مفهوم شهوتی این منظره می افزوده است. عطری که بوی شیره درخت‌های دوردست را دارد و به احساسات دور و خفه شده جان می دهد. بوی مجری دوا،
بوی دواهایی که در اتاق بچه داری نگه می دارند و از هند می آید. روغنهای ناشناس سرزمینی که پر از معنی و آداب و رسوم قدیم است لابد بوی جوشانده های مرا می داده. همه اینها یادگارهای دور و کشته شده پدرم را بیدار کرده. پدرم به قدری شیفته بوگامداسی می شود که به مذهب دختر رقاص، به مذهب لینگوم می گرود. ولی پس از چندی که دختر آبستن می شود، او را از خدمت معبد بیرون می کند. من تازه به دنیا آمده بودم که عمویم از مسافرت خود به بنارس بر می گردد. ولی مثل اینکه سلیقه و عشق او هم با سلیقه پدرم جور در می آمده. یک دل نه صد دل عاشق مادر من می شود و بالاخره او را گول می زند. چون شباهت ظاهری و معنوی که با پدرم داشت این کار را آسان می کند. همین که قضیه کشف می شود مادرم می گوید که هر دوی آنها را ترک خواهد کرد مگر به این شرط که پدر و عمویم آزمایش مار ناگی را بدهند و هر کدام از آنها که زنده بمانند به او تعلق خواهند داشت. آزمایش از این قرار بوده که پدر و عمویم را بایستی در یک اتاق تاریک مثل سیاه چال با یک مار ناگ بیندازند و هر یک از آنها که مار او را گزید طبیعتاً فریاد می زند. آن وقت مار افزا در اتاق را باز می کند و دیگری را نجات می دهد و بوگامداسی به او تعلق می گیرد. قبل از اینکه آنها را در سیاه چال بیندازند پدرم از بوگامداسی خواهش می کند که یک بار دیگر جلوی او برقصد، رقص مقدس معبد را بکند. او هم قبول می کند و به آهنگ نیلبک مارفزا جلوی روشنایی مشعل با حرکات پرمعنای موزون و لغزنده می رقصد و مثل مار ناگ پیچ و تاب می خورد. بعد پدر و عمویم را در اتاق مخصوصی با مار ناگ می اندازند. عوض فریاد اضطراب انگیز یک ناله مخلوط با خنده چندشناکی بلند می شود. یک فریاد دیوانوار. در را باز می کنند. عمویم از اتاق بیرون می آید. ولی صورتش پیر و شکسته و موهای سرش از شدت بیم و هراس صدای لغزش سوت مار خشمگین که چشمهای گرد و شرربار و دندانهای زهراگین داشته و بدنش مرکب بود از یک گردن دراز که منتهی به یک برجستگی شبیه به قارچ سرکوچک می شده. از شدت وحشت عمویم با موهای سفید از اتاق خارج می شود. مطابق شرط و پیمان بوگامداسی متعلق به عمویم می شود. یک چیز وحشتناک. معلوم نیست کسی که بعد از آزمایش زنده مانده پدرم بوده یا عمویم، چون در نتیجه این آزمایش اختلال فکری برایش پیدا شده بوده. زندگی سابق خود را به کلی فراموش کرده و بچه را نمی شناخته. از این رو تصور کردند که عمویم بوده است. آیا همه این افسانه مربوط به زندگی من نیست؟ یا انعکاس این خنده چندشنگیز و وحشت این آزمایش تأثیر خودش را در من نگذاشته و مربوط به من نمی شود؟ از این به بعد من به جز یک نانخور زیادی و بیگانه چیز دیگری نبودم. بالاخره عمو یا پدرم برای کارهای تجارتی خودش با بوگامداسی به شهر ری بر می گردد و مرا می آورد به دست خواهرش که عمه من باشد می سپارد. دایم گفت وقت خداحافظی مادرم یک بغلی شراب ارغوانی که در آن زهر دندان ناگ مار هندی حل شده بود برای من به دست عمه‌ام می سپارد. یک بوگامداسی چه چیز بهتری می تواند به رسم یادگار برای بچهش بگذارد؟ شراب ارغوانی، اکسیر مرگ که آسودگی همیشگی می بخشد. شاید او هم زندگی خودش را مثل خوشه انگور فشرده و شرابش را به من بخشیده بود. از همون زهری که پدرم را کشت، حالا می فهمم چه سوغات گرانبهایی به من داده است. آیا مادرم زنده است؟ شاید الان که مشغول نوشتن هستم، او در میدان یک شهر دوردست هند، جلوی روشنایی مشعل، مثل مار پیچ و تاب می خورد و می رخصد. مثل اینکه مار ناگ را او گزیده باشد و زن و بچه و مردهای کنجکاو و لخت دور او حلقه زدند.
در حالی که پدر یا عمویم با موهای سفید قوز کرده کنار میدان نشسته و به اون نگاه میکند و به یاد سیاه چال و صدای سوت و لغزش مار خشناک افتاده که سر خود را بلند میگیرد، چشمایش برق میزند، گردنش مثل کفچه میشود و خطی که شبیه عینک است پشت گردنش به رنگ خاکستری تیره نمودار میشود. به هر حال من بچه شیرخوار بودم که در بغل همین ننه جون گذاشتندم و ننه جون دختر عمم همین زن لکاته مرا هم شیر می داده است. به هر حال من بچه شیرخوار بودم که در بغل همین ننه جون گذاشتندم و ننه جون دختر عمم همین زن لکاته مرا هم شیر می داده است. و من زیر دست عمه‌ام آن زن بلند بالا که موهای خاکستری روی پیشانیش بود در همین خانه با دخترش همین لکاته بزرگ شدم. از وقتی که خودم را شناختم عمه‌ام را به جای مادر خودم گرفتم و او را دوست داشتم، به قدری او را دوست داشتم که دخترش همین خواهر شیری خودم را بعدها چون شبیه او بود به زنی گرفتم، یعنی مجبور شدم که او را به زنی بگیرم. فقط یک بار این دختر خودش را تسلیم من کرد، هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. آن هم سر بالین مادر مردهش بود. خیلی از شب گذشته بود، من برای آخرین وداع همین که همه اهل خانه به خواب رفتند با پیراهن و زیر شلواری بلند شدم، در اتاق مرده رفتم، دیدم دو شمع کافوری بالای سرش می سوخت، یک قرآن روی شکمش گذاشته بودند برای اینکه شیطان در جسمش حلول نکند. پارچه روی صورتش را که پس زدم، عمه‌ام را با آن قیافه باوقار و گیرندهش دیدم، مثل اینکه همه علاقه های زمینی در صورت او به تحلیل رفته بود، یک حالتی که مرا وادار به کرنش میکرد. ولی در این حال مرگ به نظرم اتفاق معمولی و طبیعی آمد. لبخند تمسخرآمیزی در گوشه لب او خشک شده بود. خواستم دستش را ببوسم و از اتاق خارج شوم، ولی رویم را که برگردانیدم با تعجب دیدم همین لکاته که حالا زنم است وارد شد و روبروی مادر مرده، مادرش با چه حرارتی خودش را به من چسبانید، مرا به سوی خودش کشید و چه بوسه های آبداری از من کرد. من از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم، اما تکلیفم را نمیدانستم. مرده با دندانهای ریک زدهش مثل این بود که ما را مسخره کرده بود. به نظرم آمد که حالت لبخند آرام مرده عوض شده بود. من بی اختیار او را در آغوش کشیدم و بوسیدم، ولی در این لحظه پرده اتاق مجاور پس رفت و شوهرم هم پدر همین لکاته قوز کرده و شال گردن بسته وارد اتاق شد. خنده خشک و زننده چندشنگیزی کرد، مو به تن آدم راست می شد، به طوری که شانه هایش تکان می خورد، ولی به طرف ما نگاه نکرد. من از زور خجالت می خواستم به زمین فرو بروم و اگر می توانستم یک سیلی محکم به صورت مرده می زدم که به حالت تمسخر به ما نگاه می کرد. چه ننگی! هراسان از اتاق مجاور بیرون دویدم. برای خاطر همین لکاته شاید این کار را جور کرده بود تا مجبور بشوم که او را بگیرم. با وجود اینکه خواهر برادر شیری بودیم، برای اینکه آبروی آنها به باد نرود مجبور شدم او را به زنی اختیار کنم، چون این دختر باکره نبود. این مطلب را هم نمیدانستم. من اصلا نتوانستم بدانم، فقط به من رسانده بودند. همون شب عروسی وقتی که توی اتاق تنها ماندیم، من هرچه با التماس درخواست کردم به خرجش نرفت و لخت نشد. می گفت بی نمازم. مرا اصلا به طرف خودش راه نداد. چراغ را خاموش کرد و رفت آن طرف اتاق خوابید. مثل بید به خودش می لرزید، انگاری که او را در سیاه چال با یک اژدها انداخته بودند. کسی باور نمی کند. یعنی باور کردنی هم نیست. اون نگذاشت که من حتی یک ماچ از لبهایش بکنم. شب دوم هم من رفتم سر جای شب اول روی زمین خوابیدم و شبهای بعد هم از همین قرار. جرأت نمی کردم. بالاخره مدتها گذشت که من آن طرف اتاق روی زمین می خوابیدم. کی باور می کند؟ دو ماه و 4 روز
دور از وی روی زمین خوابیدم و جرأت نمی کردم نزدیکش بروم. او قبلن دستمال پرمعنی را درست کرده بود، خون کبوتر به آن زده بود. نمی دانم، شاید همان دستمالی بود که از شب اول عشقبازی خودش نگه داشته بود برای اینکه بیشتر مرا مسخره بکند. آن وقت همه به من تبریک می گفتند، به هم چشمک می زدند و لابد توی دلشان می گفتند یارو دیشب قلعه رو گرفته و من به روی مبارکم نمی آوردم. به من می خندیدند، به خریجت من می خندیدند. با خودم شرط کرده بودم که روزی همه اینا را بنویسم. بعد از آن که فهمیدم او فاسقهای جفت و تاک دارد و شاید به علت اینکه آخوند چند کلمه عربی خوانده بود و او را تحت اختیار من گذاشته بود، از من بدش می آمد. شاید می خواست آزاد باشد. بالاخره یک شب تصمیم گرفتم که به زور به پهلویش بروم. تصمیم خودم را عملی کردم، اما بعد از کشمکش سخت او بلند شد و رفت و من فقط خودم را راضی کردم. آن شب در رخت خوابش که حرارت تن او به جسم آن فرو رفته بود و بوی او را می داد، بخوابم و غلط بزنم. تنها خواب راحتی که کردم همان شب بود. از آن شب به بعد اتاقش را از من جدا کرد. شبها وقتی وارد خانه می شدم او هنوز نیامده بود. نمی دانستم که آمده است یا نه. اصلا نمی خواستم که بدانم، چون من محکوم به تنهایی، محکوم به مرگ بودم. خواستم به هر وسیله‌ای که شده با فاسقهای او رابطه پیدا بکنم. این را دیگر کسی باور نخواهد کرد. از هر کسی که شنیده بودم خوشش می آمد کشیک می کشیدم. می رفتم هزار جور خفت و مذلت به خودم هموار می کردم. با آن شخص آشنا می شدم، تملقش را می گفتم و او را برایش قر می زدم و می آوردم. آن هم چه فاسقهایی، سیرابی فروش، فقیه، جگرکی، رئیس داروغه، مغنی، سوداگر، فیلسوف، که اسمها و القابشان فرق می کرد ولی همه شاگرد کله پز بودند. همه ی آنها را به من ترجیح می داد. با چه خفت و خاری خودم را کوچک و ذلیل می کردم کسی باور نمی کند. می ترسیدم زنم از دستم در برود. می خواستم طرز رفتار، اخلاق و دلربایی را از فاسقهای زنم یاد بگیرم، ولی جاکش بدبختی بودم که همه احمقا به ریشم می خندیدند. اصلا چطور می توانستم رفتار و اخلاق رجاله ها را یاد بگیرم؟ حالا می دانم آنها را دوست داشت چون بی حیا، احمق و متعفن بودند. عشق او اصلا با کثافت و مرگ توأم بود. آیا حقیقتا من مایل بودم با او بخوابم؟ آیا صورت ظاهر او مرا شیفته خودش کرده بود؟ یا تنفر او از من؟ یا حرکات و اطوارش بود؟ و یا علاقه و عشقی که از بچگی به مادرش داشتم؟ و یا همه اینها دست به یکی کرده بودند؟ نه، نمی دانم. تنها یک چیز را می دانم، این زن، این لکاته، این جادو. نمی دانم چه زهری در روح من، در هستی من ریخته بود که نه تنها او را می خواستم، بلکه تمام ذرات تنم، تمام ذرات تن او را لازم داشت. فریاد می کشید که لازم دارد و آرزوی شدیدی می کرد که با او در جزیره گم شده ای باشم که آدمیزاد در آنجا وجود نداشته باشد. آرزو می کردم یک زمین لرزه یا طوفان یا صاعقه آسمانی همه این رجاله ها را که پشت دیوارم نفس می کشیدند، دوندگی می کردند و کیف می کردند، همه را می ترکانید و فقط من و او می ماندیم. آیا آن وقت هم هر جانور دیگر، یک مار هندی یا یک اژدها را به من ترجیح نمی داد؟ آرزو می کردم که یک شب را با او بگذرانم و با هم در آغوش هم می مردیم. به نظرم می آید که این نتیجه عالی وجود و زندگی من بود. مثل این بود که این لکات از شکنجه من کیف و لذت می برد. مثل این که دردی که مرا می خورد کافی نبود. بالاخره من از کار جنبش افتادم و خانه نشین شدم، مثل مرده متحرک. هیچ کس از رمز میان ما خبر نداشت. دایه پیرم که مونس مرگ تدریجی من شده بود به من سرزنش میکرد.
به خاطر همین لکاته پشت سرم اطراف خودم میشنیدم که در گوشی به هم میگفتند این زن بیچاره چطور تحمل این شوهر دیوانه را میکند. حق به جانب آنها بود، چون تا درجه‌ای که من ذلیل شده بودم باور کردنی نبود. روز به روز تراشیده میشدم، خودم را که در آینه نگاه میکردم گونه هایم سرخ و رنگ گوشت جلوی دکان قصابی شده بودم. تنم پر حرارت و چشمهایم حالت خمار و غم‌انگیزی به خود گرفته بود. از این حالت جدید خودم کیف می کردم و در چشمهایم غبار مرگی را دیده بودم. دیده بودم که باید بروم. بالاخره حکیم باشی را خبر کردند. حکیم رجاله ها. حکیم خانوادگی که به قول خودش ما را بزرگ کرده بود. با عمامه شیر و شکری و سه قبض ریش وارد شد. او افتخار می کرد که دوای قوت با به پدر بزرگم داده، خاک شیر و نبات به حلق من ریخته و فلوس به ناف عمم بسته است. باری همین که آمد سر بالین من نشست، نبزم را گرفت، زبانم را دید، دستور داد شیر ماچه الاغ و ماء شعیر بخورم و روزی دو مرتبه بخور کندر و زرنیخ بدهم. چند نسخه بلند بالا هم به دایم سپرد که عبارت بود از جوشانده و روغنهای عجیب و غریب از قبیل پر زوفا، زیتون، رب سوس، کافور، پرسیاوشان، روغن بابونه، روغن غاز، تخم کتان، تخم سنوبر و مزخرفات دیگر. حالم بدتر شده بود. فقط دایم که دایه او هم بود با صورت پیر و موهای خاکستری گوشه اتاق کنار بالین من می نشست. به پیشانیم آب سرد میزد و جوشانده برایم میآورد. از حالات و اتفاق بچگی من و آن لکاته صحبت میکرد. مثلا او به من میگفت که زنم از توی نانو عادت داشته همیشه ناخن چپش را میجویده. به قدری میجویده که زخم میشده. و گاهی هم برایم قصه نقل میکرد. به نظرم میآمد که این قصه ها سن مرا به عقب میبرد و حالت بچگی در من تولید میکرد. چون مربوط به یادگارهای آن دوره بوده است و وقتی که خیلی کوچک بودم و در اتاقی که من و زنم توی نانو پلوی هم خوابیده بودیم، یک نانوی بزرگ دو نفره، درست یادم هست همین قصه ها را می گفت. حالا بعضی از قسمت های این قصه ها که سابق بر این باور نمی کردم برایم امر طبیعی شده است، چون ناخوشی دنیای جدیدی در من تولید کرد، یک دنیای ناشناس، محو و پر از تصویرها و میلهایی که در حال سلامت نمی شود تصور کرد و گیرودارهای این متلها را با کیف و استراب ناگفتنی در خودم حس می کردم. حس می کردم که بچه شدم و همین الان که مشغول نوشتن هستم در احساسات شرکت می کنم. همه این احساسات متعلق به الان است و مال گذشته نیست. گویا حرکات، افکار، آرزوها و عادات مردم پیشین که به توسط این متلها به نسلهای بعد انتقال داده شده یکی از واجبات زندگی بوده است. هزاران سال هست که همین حرفها را زدند، همین جماعها را کردند، همین گرفتاریهای بچگانه را داشتند. آیا سر تا سر زندگی یک قصه مضحک، یک متل باور نکردنی و احمقانه نیست؟ آیا من فسانه و قصه خودم را نمی نویسم؟ قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. آرزوهایی که به آن نرسیدند. آرزوهایی که هر متلسازی مطابق روحیه محدود و موروثی خودش تصور کرده است. کاش می توانستم مانند زمانی که بچه و نادان بودم آهسته بخوابم. خواب راحت بی دغدغه. بیدار که می شدم روی گونه هایم سرخ به رنگ گوشت جلوی دکان قصابی شده بود. تنم داغ بود و سرفه می کردم. چه سرفه های عمیق ترسناکی. سرفه هایی که معلوم نبود از کدام چاله گم شده تنم بیرون می آمد. مثل سرفه یابوهایی که صبح زود لش گوسفند برای قصاب می آوردند. درست یادم است. هوا به کلی تاریک بود. چند دقیقه در حالت اغما بودم. قبل از اینکه خوابم ببرد با خودم حرف می زدم.
در این موقع حس می کردم حتم داشتم که بچه شده بودم و در نانو خوابیده بودم. حس کردم کسی نزدیک من است. خیلی وقت بود همه اهل خانه خوابیده بودند. نزدیک طلوع فجر بود و ناخوشها می دانند در این موقع مثل این است که زندگی سرحد دنیا بیرون کشیده می شود. قلبم به شدت می تپید ولی ترسی نداشتم. چشمهایم باز بود ولی کسی را نمی دیدم چون تاریکی خیلی غلیظ و متراکم بود. چند دقیقه گذشت. یک فکر ناخوش برایم آمد. با خودم گفتم شاید اوست. در همین لحظه حس کردم دست خنکی روی پیشانی سوزانم گذاشته شد. به خودم لرزیدم. دو سه بار از خودم پرسیدم آیا این دست عزرائیل نبوده است؟ و به خواب رفتم. صبح که بیدار شدم دایم گفت دخترم، مقصودش زنم، همان لکاته بود، آمده بود بر سر بالین من و سرم را روی زانویش گذاشته بود. مثل بچه ها مرا تکان می داد. گویا حس پرستاری مادری در او بیدار شده بود. کاش در همان لحظه مرده بودم. شاید آن بچه‌ای که آبستن بوده مرده است. آیا بچه او به دنیا آمده بود؟ من نمی دانستم. در این اتاق که هر دم برای من تنگتر و تاریکتر از قبر می شد، دایم چشم به راه زنم بودم ولی او هرگز نمی آمد. آیا از دست او نبود که به این روز افتاده بودم؟ شوخی نیست. 3 سال، نه 2 سال و 4 ماه بود. ولی روز و ماه چیست؟ برای من معنی ندارد. برای کسی که در گور است زمان بی‌معنی است. این اتاق مقبره زندگی و افکارم بود. همه دوندگی ها، صداها و همه تظاهرات زندگی دیگران، زندگی رجاله ها که همشان جسمن و روحن یک جور ساخته شدند، برای من عجیب و بیمعنی شده بود. از وقتی بستری شده بودم در یک دنیای غریب و باور نکردنی بیدار شده بودم که احتیاجی به دنیای رجاله ها نداشتم. یک دنیایی که در خورد خودم بود. یک دنیایی که در خودم بود. یک دنیای پر از مجهولات و مثل این بود که مجبور بودم همه سوراخ سنبه‌های آن را سرکشی و وارسی بکنم. شب موقعی که وجود من در سرحد دو دنیا موج می‌زد، کمی قبل از دقیقه‌ای که در یک خواب عمیق و تهی غوطه‌ور بشوم، خواب می‌دیدم. به یک چشم به هم زدن من زندگی دیگری به غیر از زندگی خودم را طی می‌کردم. در هوای دیگری نفس می کشیدم و دور بودم. مثل اینکه می خواستم از خودم بگریزم و سرنوشتم را تغییر بدم. چشمم را که می بستم دنیای حقیقی خودم به من ظاهر می شد. این تصویرها زندگی مخصوص به خود داشتند. آزادانه محو و دوباره پدیدار می شدند. گویا اراده من در آنها مؤثر نبود. ولی این مطلب مسلم هم نیست. مناظری که جلوی من مجسم می شد خواب معمولی نبود، چون هنوز خوابم نبرده بود. من در سکوت و آرامش این تصویرها را از هم تفکیک می کردم و با یک دیگر می سنجیدم. به نظرم می آمد که تا این موقع خودم را نشناخته بودم و دنیا آنطوری که تا کنون تصور می کردم مفهوم و قوه خود را از دست داده بود و به جایش تاریکی شب فرمان روایی داشت، چون به من نیاموخته بودند که به شب نگاه بکنم و شب را دوست داشته باشم. من نمی دانم در این وقت آیا بازویم به فرمانم بود یا نه. گمان می کردم اگر دستم را به اختیار خودش می گذاشتم، به وسیله تحریک مجهول و ناشناسی خود به خود به کار می افتاد، بیان که بتوانم در حرکات آن دخل و تصرفی داشته باشم. اگر دائم همه تنم را مواظبت نمی کردم و بی اراده متوجه آن نبودم، قادر بود که کارهایی از آن سر بزند که هیچ انتظارش را نداشتم. این احساس از دیر زمانی در من پیدا شده بود که زنده زنده تجزیه می شدم. نه تنها جسمم بلکه روحم همیشه با قلبم متناقض بود و با هم سازش نداشتند. همیشه یک نوع فسخ و تجزیه عجیب و غریبی را تجربه می کردم. گاهی فکر چیزهایی را می کردم که خودم نمی توانستم باور کنم.
گاهی فکر چیزهایی را می کردم که خودم نمی توانستم باور کنم. گاهی حس ترحم در من تولید می شد. در صورتی که عقلم به من سرزنش می کرد. اغلب با یک نفر که حرف می زدم یا کاری می کردم راجع به موضوعهای گوناگون داخل بحث می شدم. در صورتی که حواسم جای دیگری بود. به فکر خودم بودم و توی دلم به خودم ملامت می کردم. یک توده در حال فسخ و تجزیه بود. گویا همیشه اینطور بوده و خواهم بود. یک مخلوط نامتناسب عجیب. چیزی که تحمل ناپذیر است. حس می کردم از همه این مردمی که می دیدم و میانشان زندگی می کردم دور هستم، ولی یک شباهت ظاهری، یک شباهت محو و دور و در این حال نزدیک مرا به آنها مربوط می کرد. همین احتیاجات مشترک زندگی بود که از تعجب من می کاست. شباهتی که بیش از همه به من زجر می داد این بود که این رجاله ها هم مثل من از این لکاته از زنم خوششان می آمد و او هم بیشتر به آنها راغب بود. حتم دارم که نقصی در وجود یکی از ما بوده است. اسمش رو لکاته گذاشتم چون هیچ اسمی به این خوبی رویش نمی افتاد. نمی خواهم بگویم زنم، چون خاصیت زن و شوهری بین ما وجود نداشت و به خودم دروغ می گفتم. من همیشه از روز ازل او را لکاته نامیدم، ولی اسمش این کشش مخصوص را داشت. اگر او را گرفتم برای این بود که اول او به طرف من آمد، آن هم از مکر و حیله‌اش بود. نه، هیچ علاقه‌ای به من نداشت. اصلا چطور ممکن بود او به کسی علاقه پیدا کند؟ یک زن هوسباز که یک مرد را برای شهوترانی، یکی را برای عشق بازی و یکی را برای شکنجه دادن لازم داشت. گمان نمی کنم که او به این تسلیث هم اکتفا می کرد، ولی مرا قطعاً برای شکنجه کردن انتخاب کرده بود و در حقیقت بهتر از این نمی توانست انتخاب بکند. اما من او را گرفتم چون شبیه مادرش بود، چون یک شباهت محو و دور با خودم داشت. حالا نه تنها او را دوست می داشتم، بلکه همه ذرات تنم او را می خواست، مخصوصا میان تنم، چون نمیخواهم احساسات حقیقی را زیر لفاف موهوم عشق و علاقه و الهیات پنهان کنم، چون هوزوارش نادبی به دهنم مزه نمی کند. گمان میکردم که یک جور تشعشع یا حاله، مثل حالهی که دور سر انبیا میکشند، میان بدنم موج میزد و حاله میان بدن او را لابد حاله رنجور و ناخوش من میطلبید و با تمام قوا به طرف خودش میکشید. حالم که بهتر شد تصمیم گرفتم بروم خودم را گم کنم. مثل سگ خوره گرفته که می داند باید بمیرد. مثل پرندگانی که هنگام مرگشان پنهان می شوند. صبح زود بلند شدم. دوتا کلوچه که سر رف بود برداشتم و به طوری که کسی ملتفت نشود از خانه فرار کردم. از نکبتی که مرا گرفته بود گریختم. بدون مقصود معینی از میان کوچه ها، بی تکلیف از میان رجاله هایی که همه آنها قیافه طماع داشتند و به دنبال پول و شهرت می دویدند گذشتم. من احتیاجی به دیدن آنها نداشتم، چون یکی از آنها نماینده باقی دیگرشان بود. همه آنها یک دهن بودند که یک مشت روده به دنبال آن آویخته و منتهی به آلت تناسلیشان می شد. ناگهان حس کردم که چالاکتر و سبکتر شدم. عضلات پاهایم به تندی و جلدی مخصوصی که تصورش را نمی توانستم بکنم به راه افتاده بود. حس می کردم که از همه قیدهای زندگی رستم. شانه هایم را بالا انداختم. این حرکت طبیعی من بود. در بچگی هر وقت از زیر بار زحمت و مسئولیتی آزاد می شدم همین حرکت را انجام می دادم. آفتاب بالا می آمد و می سوزانید. در کوچه های خلوت افتادم. سر راهم خانه های خاکستری رنگ به اشکال هندسی عجیب و غریب، مکعب، منشور، مخروطی با دریچه های کوتاه و تاریک دیده می شد. این دریچه ها بی در و بست، بی صاحب و موقت به نظر می آمدند.
مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمیتوانست در این خانه ها مسکن داشته باشد. خورشید مانند تیغ طلایی از کنار سایه دیوار میتراشید و بر میداشت. کوچه ها بین دیوارهای کهنه سفید کرده ممتد میشدند. همه جا آرام و گنگ بود. مثل اینکه همه عناصر قانون مقدس آرامش هوای سوزان، قانون سکوت را مراعات کرده بودند. به نظر می آمد که در همه جا اسراری پنهان بود، به طوری که ریه هایم جرأت نفس کشیدن را نداشتند. یک مرتبه ملتفت شدم که از دروازه خارج شدم. حرارت آفتاب با هزاران دهن مکنده عرق تن مرا بیرون می کشید. بوته های صحرا زیر آفتاب تابان به رنگ زرد چوبه در آمده بودند. خورشید مثل چشم تبدار پرتو سوزان خود را از ته آسمان نثار منظره خاموش و بیجان می کرد. ولی خاک و گیاه های اینجا بوی مخصوصی داشت. بوی آن به قدری قوی بود که از استشمام آن به یاد دقیقه های بچگی خودم افتادم. نه تنها حرکات و کلمات آن زمان را در خاطرم مجسم کرد، بلکه یک لحظه آن دوره را در خودم حس کردم، مثل اینکه دیروز اتفاق افتاده بود. یک نوع سرگیجه گوارا به من دست داد، مثل اینکه دوباره در دنیای گمشده‌ای متولد شده بودم. این احساس یک خاصیت مست کننده داشت و مانند شراب کهنه شیرین در رگ و پی من تا ته وجودم تأثیر کرد. در صحرا خارها، سنگها، تنه درختها و بوته‌های کوچک کاکوتی را می شناختم. بوی خودمانی سبزه ها را می شناختم. یاد روزهای دوردست خودم افتادم، ولی همه این یادبودها به طرز افسون مانندی از من دور شده بود و آن یادگارها با هم زندگی مستقلی داشتند، در صورتی که من شاهد دور و بیچارهی بیش نبودم و حس می کردم که میان من آنها گرداب عمیقی کنده شده بود. حس می کردم امروز دلم تهیست و بوته‌های عطر جادویی آن زمان را گم کرده بودند. درخت‌های سرو بیشتر فاصله پیدا کرده بودند، تپه‌ها خشک‌تر شده بودند. موجودی که آن وقت بودم دیگر وجود نداشت و اگر حاضرش می‌کردم و با او حرف می‌زدم نمی‌شنید و مطالب مرا نمی‌فهمید. صورت یک نفر آدمی را داشت که سابق بر این با او آشنا بودم، ولی از من و جزو من نبود. دنیا به نظرم یک خانه خالی و غم‌انگیز آمد و در سینه‌ام استرابی دوران می‌زد، مثل اینکه حالا مجبور بودم با پای برهنه همه اتاق‌های این خانه را سرکشی بکنم. از اتاق‌های تو در تو می‌گذشتم، ولی زمانی که به اتاق آخر در مقابل آن لکاته می‌رسیدم، درهای پشت سرم خود به خود بسته می‌شد و فقط سایه های لرزان دیوارهایی که زاویه آنها محو شده بود، مانند کنیزان و غلامان سیاه پوست در اطراف من پاسبانی می کردند. نزدیک نهر سورن که رسیدم، جلوم یک کوه خشک و خالی پیدا شد. هیکل خشک و سخت کوه مرا به یاد دایم انداخت. نمیدانم چه رابطه‌ای بین آنها وجود داشت. از کنار کوه گذشتم، در یک محوطه کوچک و باصفایی رسیدم که اطرافش را کوه گرفته بود. روی زمین از بوته‌های نیلوفر کبود پوشیده شده بود و بالای کوه یک قلعه بلند با خشت‌های وزین ساخته بودند. دیده می‌شد. در این وقت احساس خستگی کردم. رفتم کنار نهر سورن، زیر سایه یک درخت کهن سرو روی ماسه نشستم. جای خلوت و دنجی بود. به نظر می آمد که تا حالا کسی پایش را اینجا نگذاشته بود. ناگهان ملتفت شدم. دیدم از پشت درخت های سرو یک دختر بچه بیرون آمد و به طرف قلعه رفت. لباس سیاهی داشت که با تار و پود خیلی نازک و سبک گویا با ابریشم بافته شده بود. ناخن دست چپش را می جوید و با حرکت آزادانه و بی اعتنا می لغزید و رد می شد. به نظرم آمد که من او را دیده بودم و می شناختم،
ولی از این فاصله دور زیر پرتو خورشید نتوانستم که تشخیص بدهم چطور یک مرتبه ناپدید شد. من سر جای خودم خشکم زده بود بیان که بتوانم کمترین حرکتی بکنم، ولی یک دفعه با چشمهای جسمانی خودم او را دیدم که از جلوی من گذشت و ناپدید شد. آیا او موجودی حقیقی و یا یک وهم بود؟ آیا خواب دیده بودم و یا در بیداری بود؟ هر چه کوشش کردم که یادم بیاید بیهوده بود. لرزه مخصوصی روی تیره پشتم حس کردم. به نظرم آمد که در این ساعت همه سایه های قلعه روی کوه جان گرفته بودند و آن دخترک یکی از ساکنین سابق شهر قدیمی ری بوده. منظره‌ای که جلوی من بود یک مرتبه به نظرم آشنا آمد. در بچگی یک روز 13 به در یادم افتاد که همین جا آمده بودم. مادر زنم و آن لکاته هم بودند. ما چقدر آن روز پشت درخت‌های سرو دنبال یکدیگر دویدیم و بازی کردیم. بعد یک دسته از بچه‌های دیگر هم به ما ملحق شدند که درست یادم نیست. سرمامک بازی می‌کردیم. یک مرتبه که من دنبال همین لکاته رفتم، نزدیک همان نهر سورن بود، پای او لغزید و در نهر افتاد. او را که بیرون آوردند، بردند پشت درخت سرو رختش را عوض بکنند. من هم دنبالش رفتم. جلوی او چادر نماز گرفته بودند، اما من دزدکی از پشت درخت تمام تنش را دیدم. او لبخند می زد و انگشت سبابه دست چپش را می جوید. بعد یک رودوشی سفید به تنش پیچیدند و لباس سیاه ابریشمی او را که از تار و پود نازک بافته شده بود جلوی آفتاب پهن کردند. بالاخره پای درخت کهن سرو روی ماسه دراز کشیدم. صدای آب مانند حرفهای بریده بریده و نامفهومی که در عالم خواب زمزمه می کنند به گوشم می رسید. دستهایم را بی اختیار در ماسه گرم و نمناک فرو بردم. ماسه گرم نمناک را در مشتم می فشردم، مثل گوشت سفت تن دختری بود که در آب افتاده باشد و لباسش را عوض کرده باشند. نمی دانم چقدر وقت گذشت. وقتی از سر جای خودم بلند شدم، بی اراده به راه افتادم. همه جا ساکت و آرام بود. من می رفتم ولی اطراف خودم را نمی دیدم. یک قوه‌ای که به اراده من نبود مرا وادار به رفتن می کرد. همه حواسم متوجه قدم‌های خودم بود. من راه نمی رفتم ولی مثل آن دختر سیاه پوش روی پاهایم می لغزیدم و رد می شدم. همین که به خودم آمدم، دیدم در شهر و جلوی خانه پدرزنم هستم. نمی دانم چرا گذرم به خانه پدرزنم افتاد. پسر کوچکش، برادر زنم، روی سکو نشسته بود، مثل سیبی که با خواهرش نصف کرده باشند. چشمهای مورب ترکمنی، گونه های برجسته رنگ گندمی، دماغ شهوتی، صورت لاغر ورزیده داشت. همینطور که من نشسته بودم، انگشت سبابه دست چپش را به دهنش گذاشته بود. من بی اختیار جلو رفتم، دست کردم ته کلوچه هایی که در جیبم بود، در آوردم به او دادم و گفتم اینها را شاجون برایت داده، چون به زن من به جای مادر خودش شاجون می گفت. او با چشمهای ترکمنی خود نگاه تعجب‌آمیزی به کلوچه ها کرد که با تردید در دستش گرفته بود. من روی سکوی خانه نشستم، او را در بغلم نشاندم و به خودم فشار دادم. تنش گرم و ساق پاهایش شبیه ساق پاهای زنم بود و همان حرکات بی تکلف او را داشت. لبهای او شبیه لبهای پدرش بود، اما آنچه که نزد پدرش مرا متنفر می کرد برعکس در او برای من جذبه و کشندگی داشت. مثل این بود که لبهای نیمه باز او تازه از یک بوسه گرم طولانی جدا شده. روی دهن نیمه بازش را بوسیدم که شبیه لبهای زنم بود. لبهای او طعم کونه خیار می داد. تلخ مزه و گس بود. لابد لبهای آن لکاته هم همین طعم را داشت.
در همین وقت دیدم پدرش، آن پیرمرد قوزی که شال گردن بسته بود، از در خانه بیرون آمد. بیان که به طرف من نگاه بکند رد شد. بریده بریده میخندید. خنده ترسناکی بود که مو را به تن آدم راست میکرد و شانه هایش از شدت خنده میلرزید. از زور خجالت میخواستم به زمین فرو بروم. نزدیک غروب شده بود. بلند شدم، مثل اینکه میخواستم از خودم فرار بکنم. بدون اراده راه خانه را پیش گرفتم. هیچ کس و هیچ چیز را نمی دیدم. به نظرم می آمد که از میان یک شهر مجهول و ناشناس حرکت می کردم. خانه های عجیب و غریب با اشکال هندسی بریده بریده با دریچه های متروک سیاه اطراف من بود. مثل این بود که هرگز یک جنبنده نمی توانست در آنها مسکن داشته باشد. ولی دیوارهای سفید آنها با روشنایی ناچیزی می درخشید و چیزی که غریب بود، چیزی که نمی توانستم باور بکنم، در مقابل هر یک از این دیوارها می ایستادم، جلوی مهتاب سایه ام بزرگ و غلیظ به دیوار می افتاد، ولی بدون سر بود. سایه ام سر نداشت. شنیده بودم اگر سایه کسی سر نداشته باشد تا سر سال میمیرد. هراسان وارد خانه‌ام شدم و به اتاقم پناه بردم. در همین وقت خون دماغ شدم و بعد از آن که مقدار زیادی خون از دماغم رفت، بیهوش در رخت خوابم افتادم. دایم مشغول پرستاری من شد. قبل از اینکه بخوابم در آینه به صورت خود نگاه کردم، دیدم صورتم شکسته، محو و بیروح شده بود. به قدری محو بود که خودم را نمی شناختم. رفتم در خواب، لحاف را روی سرم کشیدم، غلط زدم، رویم را به طرف دیوار کردم، پاهایم را جمع کردم، چشمهایم را بستم و دنباله خیالات را گرفتم. این رشته هایی که سرنوشت تاریک، غم‌انگیز، مهیب و پر از کیف مرا تشکیل می داد. آن جایی که زندگی با مرگ به هم آمیخته می شود و تصویرهای منحرف شده به وجود می آید. میلهای کشنده دیرین، میلهای محو شده و خفه شده دوباره زنده می شود و فریاد انتقام می کشند. در این وقت از طبیعت و دنیای ظاهری کنده می شدم و حاضر بودم که در جریان ازلی محو و نابود شوم. چند بار با خودم زمزمه کردم: مرگ، مرگ، کجایی؟ همین به من تسکین داد و چشمهایم به هم رفت. چشمهایم که بسته شد، در میان میدان محمدیه بودم. دار بلندی برپا کرده بودند و پیرمرد خنزر پنزری جلوی اتاقم را به چوبه دار آویخته بودند. چند نفر داروغه مست پای دار شراب می‌خوردند. مادر زنم با صورت برافروخته، با صورتی که در موقع اوقات تلخی زنم حالا می‌بینم که رنگ لبش می‌پرد و چشمهایش گرد و وحشت زده می‌شود، دست مرا می‌کشید، از میان مردم رد می‌کرد و به میرغضب که لباس سرخ پوشیده بود نشان می‌داد و می‌گفت این را هم دار بزنید. من هراسان از خواب پریدم. مثل کوره می‌سوختم. تنم خیس عرق بود و حرارت سوزانی روی گونه هایم شعله ور بود. برای اینکه خودم را از دست این کابوس برهانم، بلند شدم، آب خوردم و کمی به سر و رویم زدم. دوباره خوابیدم، ولی خواب به چشمم نمی آمد. در سایه روشن اتاق به کوزه آب که روی رف بود خیره شده بودم. به نظرم آمد تا مدتی که کوزه روی رف است خوابم نخواهد بود. یک جور ترس بیجا برایم تولید شده بود که کوزه خواهد افتاد. بلند شدم که جای کوزه را محفوظ کنم، ولی به واسطه تحریک مجهولی که خودم ملتفت نبودم، دستم عمدن به کوزه خورد. کوزه افتاد و شکست. بالاخره پلکای چشمم را به هم فشار دادم، اما به خیالم رسید که دایم بلند شده و به من نگاه می کند. مشتهای خودم را زیر لحاف گره کردم، اما هیچ اتفاق فوق‌العاده‌ای رخ نداد.
در حالت اغما. صدای در کوچه را شنیدم، صدای پای دایه‌ام را شنیدم که نعلینش به زمین می‌کشید و رفت نان و پنیر را گرفت. بعد صدای دوردست فروشنده‌ای آمد که می‌خواند صفرابر شاتوت. نه، زندگی مثل معمول خسته کننده شروع شده بود. روشنایی زیادتر می‌شد. چشمایم را که باز کردم یک تکه از انعکاس آفتاب روی سطح آب حوض که از دریچه اتاقم به سقف افتاده بود می‌لرزید. به نظر آمد خواب دیشب آنقدر دور و محو شده بود مثل اینکه چند سال قبل وقتی بچه بودم دیدم. دایم چاشت مرا آورده. مثل این بود که صورت دایم روی یک آینه دق منعکس شده باشد. آنقدر کشیده و لاغر به نظرم جلوه کرد، به شکل باور نکردنی مضحکی در آمده بود. انگاری که وزن سنگینی صورتش را به پایین کشیده بود. با اینکه ننه جون می دانست دود قلیان برایم بد است، باز هم در اتاقم قلیان می کشید. اصلا تا قلیان نمی کشید سردماغ نمی آمد. از بس که دایم از خانهش، از عروسش، از پسرش برایم حرف زده بود، نرا هم با کیفهای شهوتی خودش شریک کرده بود. چقدر احمقانه. گاهی بی جهت به فکر زندگی اشخاص خانه دایم می افتادم. ولی نمی دانم چرا هر جور زندگی و خوشی دیگران دلم را به هم می زد. در صورتی که می دانستم زندگی من تمام شده و به طرز دردناکی آهسته خاموش می شود. به من چه ربطی داشت که فکرم را متوجه زندگی احمقها و رجالها بکنم که سالها بودند، خوب می خوردند، خوب می خوابیدند و خوب جماع می کردند و هرگز ذره ای از دردهای مرا حس نکرده بودند و بالهای مرگ هر دقیقه به سر و صورتشان سایده نشده بود. به من چه؟